اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. صبح روشنی هم از آن گونه شادمانی کن تا دورتر ستاره مشرق به دامنت افتد. چون صبح روشنی به تو امید فتح باید بست، رحمی کن از تغافل گیسوی شب فراری باش. رحمی کنی نسیم دریاچه عبور مرا بس، کشتی شکست و باد دلنگیز شرطه گم شده ای بود، تنها نسیم بر تن من میخورد. ای وای، این که پرتو امید بود شد کورسوی هفت بیابان، شد گرگ و تیره. بگذار شانه ات را با دست های گرم نوازش کنم، من این نکات زرین را با جام باده‌ای که ز چشم تو وام میگیرم از یاد میبرم. من فتح را در سرزمین فاتح مغلوب میکنم، من داستان مانی را تغییر میدهم، مانی دوباره صاحب ارژنگ میشود، مانی دوباره عشق میآموزد. شب با خیال تو به سوی مرو دشت خواهم رفت، در معبد کیلویه جاوید وقتی ستاره های تو روشن شد فریاد میزنم برخیز آلی برزه برخیز. علیرضا نوری جان، پنج شنبه 15 ماه اوت 25 خرداد ماه به شما سلام. و پنج شنبه با یه نام عجین شده دکتر محسن سازمان، بنابراین درود بهش میفرستم بیش از هر سخنی. ویلکام. عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. عذرخواهی هم میکنم از اینکه به دلیل مسافرت ممکنه که کیفیت صدا و تصویر مطلوب نباشه، به بزرگواری خودتون و بینندگان انشالله ببخشید. نه، درجه که بسیارم عالی است. خب آی دکتر سازگارا، بالاخره این مرغ ما تخم عجیب غریبی زد. من همچنین نگاه میکنم برسه گفت خرگوش، منتظر بچه خرگوش بودیم بزمجه اومد بیرون. این آقای ظریف هم استعفا داد. خب تفسیر شما چیست؟ والا ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، به نظرم توقعی غیر از این نمیشه داشت. خلاصه حرف آقای ظریف این است که میگه ما مثلا 400 تا آدم نشستیم بلند شدیم، گویا 2000 تا نمیدونم 4000 تا آدم رو زیر و رو کردیم، پایین کردیم، بالا کردیم و لیست درآوردیم، برای هر پستی چندین نفر رو به ترتیب اولویت گذاشتیم. اما آخرش ایشون میگه از اون لیست ما برای 19 وزارتخانه 9 تاش انتخاب شده که یکیش اولویت یکی بوده که ما معرفی کردیم، که به احتمال زیاد آقای عباس عراقچیه. اما بقیه تو اون نقطه هم اولویت 3 و 4 و 5 ما بوده،
ولی 10 تاش در واقع اصلا در لیست های ما نبوده. بنابراین بعد احتمال بدیم که اینا اون 10 تاش که آقای خامنه ای گفته که رفتین لیست درست کردین، غلط کردین، لیست درست کردین، اینایی که من میگم بذارید اینجا. حالا قاعدتا وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دفاع و وزیر ارشاد، وزیر شنیدم علوم، آموزش و پرورش، اینا اونایی هن که آقای خامنه ای گفته اینی که بنده میگم باید بذاری، و آقای پزشکیان هم گفته چشم. انتظاری غیر از اینم نمیشه داشت. آقای ظریف به نظر من این استعفایی که داده و این مطلب رو مطرح کرده پیش از هر چیزی و بیش از هر چیزی در واقع خودش رو توجیه کرده، کار بدی هم نکرده. در واقع اومده گفته این مردم، این اون لیستی که ما خلاص روش کار کردیم نیست، یعنی از چشم بنده نبینین. اینایی که الان مثلا آقای اسکندر مؤمنی در اومده که معاون رادام بوده، آدمکش بوده، یا این آقای اسماعیل خطیب که در واقع در کارنامهش کشتار و سرکوب مردم دست کم سال 1401 هست، و یا امثال دیگران. بنابراین ایشون در واقع دامن خودشو پاک کرده از این. من یک چیز دیگه هم آقای دکتر نوریزاده شنیدم که آقای ظریف شروع کرده بودن به ایراد که بچه شما دو تابعیت است، مثلا در آمریکا به دنیا آمده، تابعیت مضاعف داره و غیره، خلاف فلان قانون. گویا از آقای پزشکیان خواسته بوده که یک نامه به آقای خامنه‌ای بنویسه و آقای خامنه‌ای این رو به اصطلاح اجازه بده، چون بسیاری مقامات کشور، همین مقامات فعلی و سابق و اینها، بچه‌هاشون تابعیت کشورهای دیگر رو دارن از آمریکا و اروپا. وزیر خارجه بود آقای دکتر ظریف، وزیر خارجه بود، چطور اونجا حرفی نزد؟ بله الان صداش در اومده. مثلا 8 سال وزیر خارجه بوده. شنیدم آقای پزشکیان حتی از نوشتن نامه هم دریغ کرده، شنیدم، البته زیاد مطمئن نیستم، یعنی در این حد هم پشت آقای ظریف نایستاده، در حالی که میدونید آقای ظریف به هر حال سینه‌ای چاک کرد برای آقای پزشکیان، و درست مثل یه وایس پرزیدنتی که اینجا تو آمریکا میذارن توی تیکتشون میره و پا به پای اون کاندیدا سخنرانی میکنه، کمپین میکنه، ظریف واقعا این کارو کرد برای پزشکیان. ضمن اینکه چهره چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین المللی مشهورتر و شناخته شده تر از آقای پزشکیان بود، و اگر واقعا این خبر دوم صحت داشته باشه که آقای پزشکیان در این حدم پشت ظریف نایستاده باشه، خب واقعیت چی نیست که یه نمره رفوزگی دیگه هم به آقای پزشکیان باید داد. اما رفوزگی اول به نظر من دور از انتظار نبود، برای اینکه ایشون همواره تاکید کرده تابع منویات مقام معظم رهبری است، سیاست‌های مقام رهبری رو میخواد اجرا کنه و غیره و غیره، و مقام رهبری هم خب سالهاست از زمان حتی دولت خاتمی این بازی رو شروع کرد، ولی به خصوص از دولت احمدی نژاد به بعد دیگه اصلا ملک تلقه ایشون شد، یه سری وزارتخونه ها و حق به اصطلاح مکتسبش شد که راجع به هیئت دولت نظر بده، و اینم از کیسه آقای خامنه‌ای هم این میاد بیرون دیگه. من یه نکته دیگه هم دکتر نوریزاده عرض کنم و عرضم تموم کنم. خاطرتون هست یه آنکدوت، یک جوکی رو من قبلا هم نقل کردم، و اون اینکه دو نفر رفتن سینما، اول فیلم یکیشون گفت مثلا اینقدر شرط ببندی بگیم آخر فیلم چی میشه، اونی که گفته بود فیلم که تموم شد درست گفته بود برنده شد، پولم هم اون یکی گرفت، بعد گفت ولی واقعیت نیست که من کلک زدم، من این فیلم رو یه بار دیگه دیده بودم که آخرش رو حد زدم. اون یکی گفت من 3 بار دیگه دیده بودم، ولی گفتم شاید این دفعه آخرش عوض شه، و یه چیز دیگه ای گفتم. این واقعا حکایت کار این اصلاح طلب هاست.
یعنی این فیلم رو سه بار دست کم آخرش رو دیده بودن که این که از خاتمی و روحانی و و تا دوره دوم احمدی نژاد دست کم دیده بودن آخر این فیلم چی میشه و چرا باید بیان به قول بهاره هدایت به درستی گفت در صفوف نخبگان جامعه اختلاف بندازن، چرا باید بیان و دعوت کنن بیایید رأی بدید؟ مردم گوش نکردن، قطعا مردم گوش نکردن. مردم ظاهرا در فاصله دو دور انتخابات 3 میلیون نفر اضافه شد و کل جمعیت رأی دهنده در دور دوم هم حد اکثر 12.5 میلیون یا 13 میلیون بوده به گفته رویترز هم که عدد درستی هم هست. اکثریت مطلق مردم رأی ندادن، ولی دست کم در صفوف نخبگان جامعه دو دستگی شد، اختلاف افتاد و این تقصیر اصلاح طلب هست. و آخر فیلم که معلوم بود اینه، من نکتم این است که این آقایونی که اومدن این کارو کردن الان حاضرن بیان مسئولیت این کارشون رو بپذیرن. آخه آدم وقتی یعنی چیزی رو که مردم عادی کوچه و بازار میدونستند و همون موقع میگفتن، حالا که فهمیدن آقای ظریف اولیش و بعد بقیه، آیا حاضرن بیان بگن آه مردم ما اشتباه کردیم و فکر کردیم مثلا پزشکیان میسته، خامنه ای دیگه دست از اون رویش ورداشته و ببخشید ما رو، یا دست کم به حالا به این من زبون لختشو بگم میتونم بگم. و این حداقل توقعی است که از یک بازیگر سیاسی که با مردم رو راسته و صداقت داره انتظار میره که وقتی چیزی رو میگه که غلط از آب در میاد روشن و مشخص بگه خیلی خوب اشتباه در اومد و بیان و اینو اعتراف کنن. شاید بعضیا بگن هنوز زوده، پزشکیان حالا در مجلس بعد میره پشت میز دولت میشینه و دیگه مثلا گلستون میکنه، حالا نمیدونم مثلا با آقای اسکندر مومنی چه گلستانی میخواد بکنه یا با آقای خطیب یا با آقای صالحی مثلا در وزارت ارشاد. ولی من اینا الان میگم خدمت شما، باشه یه دو ما دیگه ما صبر میکنیم، دولت ایشون بگیره از مجلس موافقت رو بره پشت میزشون بشینه، اما دو ما دیگه اگر اون قولایی که آقای پزشکیان داد، گفت اگر مردم نتونستم هم استعفا میدم برم، از جمله برای طرح نور و برخوردی که با زنان و دختران سرزمینمون میشه، فیلترینگ برای جوونا و بقیه، یا سیاست خارجی و برگرد برداشتن تحریم ها و یا ده ها مسئله سیاست داخلی، دانشجوهایی که اخراج شدن، تعلیق شدن، استادایی که اخراج شدن در این سالیان، روزنامه‌نگارایی که زندانند، ده ها موضوعی که مطالبات ملت، ایشون من و شما ایشالله باشیم، حالا البته مرگ دست خداست، دو ما سه ما دیگه بیایم بگیم خب آقای پزشکیان بفرمایید، طیب الله شما اینجوری بود بفرمایید بگید که الان چی مرد و قولش گفتی اگه نتونم بکنم استعفا میذارم روش میرم، و آقایون اصلاح طلبا بیان مسئولیت کاری که کردن رو بپذیرن. متاسفانه بی‌شهامت‌ترین همین آقایون اصلاح طلبان هستن. نکته که به نظرم خیلی قابل تأمله این دو گرفتن رهبری در برابر اسرائیل و بعد اینجور افتضاح‌آمیز کوتاه اومدن. کجاست خانم افسری که گفت ایران 3 روز دیگه حمله میکنه اسرائیل رو نابود میکنه، یا از این دوروبری ها که تو این روزنامه ها میپلکن و هر از گاهی هم مأمور انتشار یه خبر. ولی کلن به نظر میرسه آقای دکتر سازگارا این بار اخطار و تهدید غرب جدی بود، یعنی وزیر خارجه اردن بی خود ایران نرفت، پیامی رو بود، یا کاردار سفارت سوئیس در تهران این چند ملاقاتی که داشت اختارای شدید داد. شما در واشنگتن
این جدیت رو دیدید یا حس کردید که واقعا آمریکا اگر این بار جمهوری اسلامی غلطی بکنه سراغش میره؟ اجازه بدید اتفاقا خیلی به نظرم سوال داغ و روزیه که مردم همه دارن میپرسن. آنچه که من شنیدم این است که جمهوری اسلامی خب خیلی مشکلات داره در داخل ایران برای اینکه بخواد جنگ بپا کنه، مشکلات اقتصادی، مشکلات نیروهای نظامی داخل خود حکومت که موافق نیستن، اعم از سپاه، ارتش، حتی دستگاه‌های اطلاعاتی، مشکلات مدیریتی و ده ها مسئله دیگه. اما اونچه که مؤثر بوده، چون خامنه ای سر یه دوراهی باخت باختی قرار داره، چون اگر کاری هم نکنه اون وقت همه این حرف ها و قدرت اول منطقه و من آنم که رستم بود پهلوان و نمیدونم شیر میگیریم و پلنگ میکشیم و اینا رفته باد هوا دیگه. اون وقت از اون طرفی میزنن تو سرش که خب چی شد، و بعدم همین تروریست های منطقه گروه های به اصطلاح نیابتی هم صداشون در میاد. آنچه که من در واشنگتن شنیدم این است که جمهوری اسلامی با این حرفایی که با اسرائیلیا نشسته در بوداپست و اینا، چرت و پرته، اینا نمیتونه درست باشه. یه روزنامه زرد در مجارستان اومده یه چیزی گفته، مثل اون خبر الجریده کویت مثلا، اون هم یا خبرهای خانم فرناز فصیحی در نیویورک تایمز، اینها رو چرت و پرته، بازارگرمیه یا گول یکی رو میخورم یا میدن. ولی آنچه که من در واشنگتن شنیدم این است که جمهوری اسلامی با آمریکایی ها خب باب گفتگوش بازه، هم به واسطه عمان یا قطر، هم حتی آقای برت مکگرگ مستقیم مثلا با باقری کنی حرف میزنن، کار میکنن. ایران در واقع تش خلاصش این نیست که از آمریکا خواسته که آقا ما دوم گاومون تو سر گاومون تو خمره گیر کرده، ما سه چهار جای آمریکا رو، اسرائیل رو میزنیم، جایی که صدمه هم نباشه مثل اون دفعه، شما هم رو هوا بزنه هر جوری دوست دارید، ولی جلو دست اسرائیل رو بگیریم که مثل اون دفعه به ما دیگه حمله نکنه. چون واقعا اون دفعه قبل آقای بایدن جلو دست اسرائیل رو گرفت و اسرائیل چون در واقع دکترین دفاعیش و به خصوص از زمان آیزنکوت به کلیستا در چه اسرائیل بود، اینیست که بخوره یکی ده تا باید جواب بده و میکنه. اون بار امریکایی به جد جلو دستشو گرفتن، کارشون هم به دعوا کشید و بر سرش نزدیک بود آقای نتانیاهو در اسرائیل سقوط کنه دولتش، برای اینکه طیفای راستی که با او ائتلاف کردن هیچ جوری زیر بار نمیرفتن و با هر من ببینم تو ببینی بود ایشون تهی کرد. ایران از امریکایی خواسته این دفعه مثل اون دفعه ما یه کاری میکنیم، مثل همون موشکایی که زدن تو بیابونای عین الاسد مثلا، یه کار اینجوری میکنیم، شما جلدس اسرائیل رو بگیرین، کاری به ما نداشته باشه، سف سف دیگه، بیار ایون به قول امریکایی ها. ظاهرن آی دکتر چیزی که من در واشنگتن شنیدم این است که امریکایی ها با این موافقت نکردن و گفتن، یعنی اصل مشکل امریکایی ها این است که میگن که اگر این اتفاق بیفته ما نمیتونیم دیگه این بار هم به اسرائیل زور بگیم و ای بسا به قیمت دولت های نتانیاهو تموم شه اصلا، که در این شرایط اون هم صلاح نیست. بله. و تنها چیزی که امریکایی ها گفتن میتونید بکنید این است که شما هم فشار بیارید حماس طرح آتش بسی رو که امریکا داده بپذیر. این بشه که پریروز دیدم آقای بایدن ازش پرسیدن، گفت اگر آتش بس حماس بیاد پای مذاکره و این کارو بکنه، بله ایران هم حمله نمیکنه و چه قاتل. بله بله، یعنی اونی که امریکایی ها در واقع آب پاکی رو دست جمهوری اسلامی ریختن اینه. و خب ببینید خامنه ای حالا مشکلش این است که ولو چهار تا موشک بفرسته به قول معروف تو تربچه باغا، بفرسته تو بیابونای اسرائیل، هم اسرائیل این دفعه امریکا جلو دستشو نگیره میزنه. اون بار 9 نقطه رو در نظر گرفته بودن بیان بزنن،
این دفعه ممکنه بزنه، حتی حمله پیشگیرانه بکنه، یعنی قبل از اینکه اینا حتی موشک بزنن حمله کنه، و توجیهش هم نیست که میخواستن حمله کنن. بنابراین امریکا موافق نیست، جمهوری اسلامی هم ویلون و سرگردون مونده. الان ببینید سر دوراهیه، یا باید که یه دونه از همین مثلا چه میدونم خونه یه تاجری رو در کردستان و عراق بزنن بگن مرکز موساد رو زدید مثلا، یا یه جنرال بازنشسته رو بکشن، این چیزایی اگه زورشون برسه، زور زدن جنرال بازنشسته اسرائیلی گیر بیارن بکشن، ممکنه بازنشسته عراقی رو بکشن میگن عامل اسرائیل بود مثلا. یا اینکه حالا به دست این گروه های نیابتی که صبح تا شب دارن یه چیزایی رو چیز میکنن، راکت میزنن، اینا چهار تا راکت بزن میگن خب انتقام گرفتیم مثلا، یه طوری در واقع بکشن به سیبیلاشون، یا اینکه ریس کنن واقعا و برن پای اینکه بخوان درگیرشن، اون وقت انتهاش واقعا نمیدونیم چی بشه و چه اتفاقی بیفته برای جمهوری اسلامی. و وحشت داره خامنه ای از اینکه تو این دالون بره. میدونید جنگیه که اگه ممکنه شروع کنه ولی اتمامش ممکنه با او دیگه نباشه. بنابراین الان تا اونجا که من میدونم سفیل و سرگردونم. و یک نکته دیگرم بگم، یه ملاحظه ای رو من از یک نفر آدم خیلی وارد در واشنگتن شنیدم، او میگفتش که یه ملاحظه دیگه هم امریکا داره و اون این است که اگر جلدست اسرائیل که دیگه نمیتونه بگیره، اگر ایران بخواد که اسرائیل حمله کنه و اسرائیل اونجوری که روششه تلافی کنه، چمیدونم 9 نقطه رو بزنه، 10 نقطه رو بزنه، زیر دریاییشو بیاره، از زیر دریا موشکی که 1700 کیلومتر بردشه بفرسته، چمیدونم نیروگاه نکار رو بزنه، از تو دریای عرب میتونه شلیک کنه و از این کارا بکنه، نگرانن که این حکومت که مثل یه چینی بند زده است وا بره از هم. و امریکایی ها در واقع یک ملاحظه دید. این یه نفر میگفت، تحلیل جالبی هم هست، میگفت برآوردشون این است که ایران اگر اینطوری بریزه به هم کسی نیست جمعش کنه. اینجا باید گفت در واقع اون جای اون اپوزیسیون نیرومندی که بتونه نشون بده کشور رو میتونه نگه داره در ابعاد گوناگون خالیه. اگر یعنی این محاسبه ممکن است که درست باشه، برای اینکه دیدیم در موارد مشابه هم بالاخره امریکایی ها اطلاعاتشون زیاده، بعدم از موضع به اصطلاح ابرقدرتی نگاه میکنن، ممکنه این حرف که من میزنم درست باشه، میگم از یک نفر آدم وارد در واشنگتن شنیدم، ولی خیلی تعجب نمی کنم اگر چنین محاسبه ای هم در درون دستگاه های کارشناسی امریکا باشه، یعنی غیر از اینکه نمیتونن جلدست اسرائیل رو بگیرن و جنگ ممکنه در منطقه هم گسترش پیدا کنه، غیر از اون ممکن است که در ایران هم تحولاتی بیفته که از کنترل همه بره بیرون و مطمئن نیستن انتهاش به کجا برسه. ببین دکتر سازگاره، چون ته ذهن حداقل دست روسیا بعضی ها تو اسرائیل اینه که چرا باید ایران به این بزرگی باشه، خب چند تا کشور میشه، یعنی این اندیشه تجزیه. امریکایی ها به شدت میترسه، امریکا واقعا ایران یک پارچه رو میخواد و میدونه هر نوع لطمهی به سیادت و حاکمیت ایران سر تا سر منطقه رو میبره زیر سوال. دیگه کرتازه رو با عرب تو عراق زندگی کنه، یا مسیحی با مسلمان در لبنان یا در سوریه یا غیره. بنابراین آمریکایی‌ها به اعتقاد من الان حافظ سیادت و یک پارچگی ایران هست و جلوی هر جنگی رو که بتونه این در خطر بندازه میگیره. حرفای زیادی داریم که دلم میخواد با شما مطرح کنم، از جمله این که شما که در واشنگتن هستید چه تفاوتی در سیاست‌های دو کاندیدای دموکرات و جمهوری‌خواه نسبت به ایران می‌بینید؟ فارغ از این شعارها و حرفا، در پس پرده
چه نوع تمایزی این دو با یکدیگر دارد؟ من دکتر بسیار سوال مهمی برای همه مردم ما هم مهمه، بدونیم مواضع اینها و خیلی امریکا تاثیر میذاره رو همه دنیا جمله رو ایران. ولی من قبل از اینکه این رو بگم راجع به موضوع قبلی که گفتید یک نکته رو عرض کنم. ببینید برنارد لوئیس استاد به اصطلاح بسیار سرشناس دانشگاه پرینستون، محقق کلیمی بود که متخصص جهان اسلام به خصوص ترکیه بود، اون کتاب What Went Wrongش که راجع به اصطلاح مسیر سقوط امپراتوری عثمانیه تقریبا یک کتاب کلاسیکیه. حرفای برنارد لوئیس، من دوستان کلیمی که دارم در امریکا و به نقل از اونا هم میگم، در واقع بایبل و یک نوع تکست مورد قبول خلاصه همه سیاست مداران درجه اول و دستندرکار کلیمی در امریکا و در اسرائیل. برنارد لوئیس تو اون کتابش یک نکته، یادم نیست تو اون کتابش یا جای دیگه است، ولی یک نکته اساسی داره. میگه که در اون منطقه دنیا، در خاورمیانه یعنی، در تحلیل نهایی رقابت در نهایت بین اتومن امپایر و پرژین امپایر، در آخر خلاصه هرچی اون منطقه پایین میره بالا میاد ورق میخوره این ور میره، آخرش در واقع دو تا قدرت، یکی آن چیزی که روزگار قدیم روم شرقی بود و بعد امپراتوری عثمانی شد و اون که امپراتوری ایران بود بعدن شد سلاجقه غزنویان، سلاجقه خوارزمشاهیان، صفویه تا الهی امنه هازا. حرف برنارد لوئیس این است که میگه ایرانی ها بای نیچر به دلیل طبیعتشون، دینشون، باورهاشون و همه وجوه فرهنگیشون ملایمتر، نرمتر و قابل ارتباطتر هستن از ترکیه، حالا ترکیه امروز. و حرف برنارد لوئیس این است که کلیمی ها از جمله دولت اسرائیل از حالا باید بدونن بهترین، یعنی تو اون منطقه بالاخره گرفتار این دو امپراتوری خواهند بود، این دو گروه، دو کشور قدرتمند، هزاری هم پایین بالا برن، بین این دوتا باید ایران انتخاب کنن. هم به دلیل پیشینه تاریخی که ما هیچ وقت مثلا با یهودی ها مشکل نداشتیم، پناهگاهشون بودیم همیشه از عهد کوروش هخامنشی تا الان، و هم این که اصولا هزاری هم ایرانی ها قیافه بگیرن، آی نمیدونم حزب الله بازی در بیارن، آخرش طبیعت ما ایرانی ها و فرهنگ دیرینمون ملایم تر از فرهنگ ترکیه است. تعصب دینیمون کمتره از اون گروه هایی که هستن. حرف برنارد لوئیس به همین دلیلم من شنیدم یکی از بزرگان جامعه یهودی امریکا وقتی محمد بن سلمان اومده بود امریکا به او توصیه کرده بود، گفته بود همین حرف برنارد لوئیس رو بهش زده بود، بهش گفته بود ببین تو اون منطقه دنیا حواستون باشه به ترکیه زیاد نزدیک شین، اینا هنوز تو فکر امپراتوری عثمانی هن که شما زیر دستشون بودین، ولی با ایران این مشکل رو نخواهید داشت و خلاصه باید یه تعادلی بین اینا باشه، که البته خب سعودی هم رابطه خوبی با عثمان، با آقای اردوغان نداره، چون اردوغان انکار نمیکنه که دنبال احیای امپراتوری عثمانیه، گاهی از اون حرفای اونجوری هم میزن. اینو میخوام از این جهت عرض کنم که آنچه که من به نقل از این دوستان میگم سیاستمداران درست حسابیه، بگذاریم یه حزب راسته به قول شما فسخلیه یک گوشه ممکنه یه چیزی بگه، ولی سیاستمدارا یا عاقل و درست حسابی در اسرائیل هم آنچنان که جامعه کلیمی در آمریکا میدونند منافع ملیشون، حیات اسرائیل در نهایت با یک ایران دموکراتیک و امپراتوری، حالا اگه لغت امپراتوری نگیم، یک حکومت ایران قوی و ولی
صلح دوست خیلی خیلی بهتر تأمین میشه تا مثلا اگر ترکیه تو منطقه دست بالا داشته باشه یا هیچ کدوم یک ایران پاشیده و متلاشی شده که باطلاقی میشه که از توش هر جونوری ممکنه بیاد بیرون. این رو فکر کردم در رابطه با بحث رسیدم. شما ممنونم. بیاین سر اون سوال شما. بله یه درنگ کوتاه بکنیم برگردیم در خدمت شما باشیم. بسیار عالی مثل همیشه. ممنون از پومن عزیز و از رضای ناظم. خب دکتر سازگار اجازه بده باز یه سری برگردیم به وطن. خب شما در طول مرگ رئیسی و بعد بازی انتخابات و اینو برای هر کدوم موازهی بود که پنجشنبه مرتب مطرح شد و عنوان. حالا رسیدیم به یه نقطهی که آقای پزشکیان نشون داد که به هر حال نوکر مطیع و دربست مقام معظم. آقای خامنه‌ای هم توی گیرودار معادلات خودشه، با خارجی‌ها جو کنار بیاد، با امریکای جو کنار بیاد، حالا به اسرائیل یه تلنگر بزنه بعد بگه ما زدیم، شما هم بگین زده خوبیت نداره. حالا الان اگه بخوای وضع کشور رو برای هموطنانی که در داخل نشستن تشریح، اونا با گرونی و مشکلات و مسائل اقتصادی و بی اخلاقی و استبداد روبروان، دکتر محسن سازگار میخواد براشون بگه کشور ما در چه موقعیتیه و رژیم در چه شرایطیست. مردم دوست داره اینا از زبان دکتر محسن سازگار بشه. حالا که شما به اون مونولوگ فیلم قیصر بهمن مفید اشاره کردین، من به فیلم دیگه از آقای کیمیایی هم بد نیست اشاره کنیم از باب به اصطلاح خنده و تقریب بزن، فیلم گوزنها که فیروز وثوقی نقش یک معتاد درمانده رو بازی میکنه، میگه بذار جلوی فاتی یه دونه بزنم تو گوشت که فکر کنه من مثلا زوری دارم. از همینیز جمهوری اسلامی تقاضاش از امریکایی‌ها این است که بذار جلوی فاتی یه دونه حالا من بزنم تو گوش اینا، تو هم بگو نزنه تو گوش من تا بعد من مثلا یه کارش بکنم. ولی ببینید جمهوری اسلامی به نظر من اواخر در کشاکش جنبش سبز یه پیغامی بود از جانب آقای هاشمی رفسنجانی که ایشون گفته بود، اون پیغامبر بر من آورد اون پیام رو، که آقای هاشمی میگه که ولایت فقیه رو ما اشتباه کردیم گذاشتیم تو قانون اساسی و این کار نکرد و من آرزوم این است که، یعنی کوششم همین است، اون موقع ایشون گفته بود که تا زنده هستم این اشتباهی رو که کردیم در قانون اساسی رو عوض کنیم و در واقع ولایت فقیه رو برداریم و نظام رو تغییر شکل بدیم. خب به نظرم ولایت فقیه آقای خامنه‌ای هم دستش رو خوند، میدونست که او ناراضی یکی از معمارای جمهوری اسلامی بود، هاشمی رفسنجانی، خب سرش رو زیر آب کرد، کشتش. کشور ما آقای دکتر خیلی چیز عجیب غریبی نیست این وضعیت اسفناک و به نوعی نکبتباری که دوچارش شده. یک تئوری به اجرا در اومده، اونم تئوری ولایت فقیه و حکومت دینی است که بر اساس اون بنا شده و این شکلی شده. مضاف بر این که مجری این تئوری هم آقای خامنه‌ای است که در 35 سال گذشته رهبر بوده، 8 سال قبلش هم تازه رئیس جمهور بوده، ولی به خصوص دوره رهبریش یک سری سیاست‌هایی را اجرا کرده، مثل این آمریکا ستیزی بیمارگونه، مثل توسعه سازمان‌های تروریستی در منطقه، مثل سرکوب‌های شدید مردم و بساط
این عریض و طویل سازمان‌های اطلاعاتی و سرکوبگر و مثل اینکه دست کرده خودش در کیسه مردم و نزدیک به نیمی از اقتصاد کشور رو به خودش وصل کرده، تازه بیش از این هم از سازمان‌های مختلف وابسته به خودش مثل سپاه و غیره. نتیجه‌اش این که یک فساد عجیب و غریب هم، یک سرطان ریشه‌دار هم به اسم فساد تمام جواره کشور رو گرفته و فاسد کرد، یعنی بافتای کشور به دلیل رشد این قده سرطانی فساد الان فاسد شده، ناکارآمد شده، هر جاش رو دست می‌ذاری هیچیش راه نمیره و کشور کنسرسیوم 140 تا دست کم به گفته وزارت اطلاعات باند مافیاییه که اینا مثل یه شرکت سهامی دزدا در یک کلپتوکراسی، در یک حکومت تبهکار سالار دزد سالار، بهترین تعریف که از این حکومت در وضع فعلی میشه کرد، کشور رو به این روز انداختن و دارن ادامه میده. اون وقت شما در چارچوب یک همچین ساختاری، یعنی یک تئوری معیوب، یک مجری معیوبتر به نام خامنه‌ای و اشتباهات مکرر در سیاست‌های اجرایی که داشته در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در سیاست فرهنگی، در به خصوص فساد دامنگستری که خودش رو هم در این تار عنکبوت فساد گرفتار کرده، اون وقت شما میبینید که مملکت با ده ها مشکل ریز و درشت مواجه شده. مشکل آب داره، برق داره، هوا داره، گاز داره، مشکل محیط زیست داره، مشکل اعتیاد داره، یک لیست بلند بالا میشه شمرد از این که روزانه مردم ما چگونه زیر بار تورم و رکود گسترده دارن له میشن و از اون طرف هم نه آب درستی، نه برق درستی، نه سوخت درستی، نه همه چیز کشور هم خامنه‌ای در واقع میشه گفت مصرف کرده، فرسوده کرده. یک کشور فرسوده شده، ماشینا فرسوده، ساختمانا فرسوده، کارخونه ها فرسوده، نیروگاه ها فرسوده و برای همه اینها یک ملتی که خسته شده و روح و روانش فرسایش پیدا کرده. این وضعیتی است که هست و هیچ تعجبی هم نداره و من واقعا دلم میخواد این آقای پزشکیان گیر بیان ازش بپرسم پسر خوب، تو که هی اصرار داری من در چارچوب نظریات سیاست‌های رهبری میخوام کار بکنم، خب این سیاست‌های رهبری مملکت رو به این بدبختی انداخته. اجرای این سیاست‌های خامنه‌ای که کشور رو به این مصیبت‌ها دوچار کرده، چه چیزی میخوای اجرا کنی که بیرون از این باشه؟ و یک جمله دیگه هم عرض کنم آقای دکتر، من به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان یک فعال سیاسی عرض میکنم، حتما شما هم همینطور هستین، همه ما ها نگران آینده ایران هم هستیم. یعنی کشور در وضعیتی قرار داره که اگر این حکومتی که قدرتش همین جوری هم داره تحلیل میره، یعنی اون دوست امریکایی ما که میگفت یک همچین برآوردی امریکایی ها دارن، به نظر من برآورد غلطی نیست که کشور مثل یه کاسه بند زده است که اگه دو تا تلنگر هم بهش بزنی ممکن تیکاش از هم وا بره. اینجا ما هم که مسئولیت احساس میکنیم در به زیر کشیدن این حکومت که هر یک ساعتی که زودتر ساقط بشه در جهت منافع ملی ماست. ولی این کار مثل جراحی مغز میمونه، اگر اشتباه بکنیم ممکن است که مریض فلج بشه یا زیر عمل از دست بره. یعنی کشور در شرایطی است که شاید به همون اندازه که مسیری که حکومت رو باید به زیر بکشی حساس و برنامه ریزی میخواد، به همون اندازه و یا شاید بیشتر این است که چگونه قدرت رو تسخیر بکنی که از دست نره و نپاشه از هم. این نمیخوام حالا خدا نکرده ترس ایجاد کنم، ولی
این به نظر من دیدیست که اگر کسی مسئولانه به کشور نگاه کنه باید کاملا حواسش باشه و بداند که چگونه در واقع ساختار کشور باید عوض شه، ولی دستگاهاش، ساختارش، بخشای مختلفش چگونه منتقل بشه که کشور یه وقت نپاشه. از هم عرض کردم تسخیر قدرت الان اهمیتش، نحوه تسخیر قدرت شاید اگر بیشتر نباشه اصلا کمتر از چگونگی به زیر کشیدن قدرت موجود نیست. در حال دکتر سازگانه، منظورم اینه که در انقلاب ها، در هر تحولات اجتماعی، آنچه مثلا در بنگلادش دیدیم، اینا به یه پوینت یا یه نقطه میرسه که در اون نقطه اگر تصمیم درستی از جانب نیروهای مخالف گرفته بشه میشه ترنینگ پوینت. این در واقع اونجا میتونه همه چی رو، منظورم اینه آیا شما این آمادگی رو در اپوزیسیون ملی وطنخواه مشاهده میکنید که در اون ترنینگ پوینت آمادگی داشته باشن کشور را اداره کنن، از مخمصه بیارن بیرون؟ و آیا جامعه بین‌المللی به این نتیجه رسیده که این نیروی عظیم اپوزیسیون که ماشاءالله همه جور تخصصی هم توش هست قادرن خلأ بعد از خامنه‌ای رو پر کنن؟ نه، در یک جمله نه آقای دکتر. اپوزیسیون، ببینید، بذارید همین مثال منگلدش رو به عنوان مثال بگیرم بعد بیام سر این نهی که گفتم. در بنگلدش یک سازمان دانشجویی رهبری مبارزات رو گفته گرفت، درست مثل سازمان آتپور در سربستان، مهم نیست، یا یک سازمان کارگری مثلا در لهستان، یا تا به اصطلاح اتحاد سازمان کارگری حقوق بشری و کلیسا در شیلی فرض کنید. این سازمان دانشجویی در جریان مبارزه در بنگلادش لیاقت نشون داد، یعنی توانست نه فقط مبارزه رو تداوم بده، راه ببره، بسیج کنه و در فاز نهایی، چون تا به اون فاز نهایی رسیدن کار داره، اگرچه کشتن زیاد دادن، ارتش بنگلادش در مراحل اولیه بسیار خشن عمل کرد، ولی به هر حال دانشجویان که رهبری این مبارزه رو در بنگلادش به دست گرفتن تونستن مبارزه رو رهبری کنن، برسونن به اونجایی که رئیس ستاد ارتش به این خانم شیخ حسینه گفتش که نمیتونیم ما دیگه پس مردم بر بیاییم، نمیتونیم دیگه بکشیم، بفهمید شما سوار هواپیما هلیکوپترشون با دولتتون تشریف ببرید. شبیه اتفاق... به بن علی زد ارتش دقیقاً در شبیه اتفاقی در تونس افتاد. یعنی اتفاقا نقطه اختتام جنبش های این گونه اونجاییست که دیگه اون ماشینی که سرکوبه و اون گروهی که اسلحه دستشونه میان سمت مردم دیگه. اما ببینید، و بعدم بالاخره دانشجو انقدر عاقل بودن که بلافاصله برنده جایزه نوبل صلح رو، مرد 84 ساله رو آوردن، او رو اقتصاددانی است که پشتیبانی کردن دولت تشکیل بده. اینجا خب دنیا هم، ارتش هم در واقع ایستاد، خیلی هم نگرانن همه همین دانشجوها که یه وقت اسلامگراها سر کار نیان، چون زهر اونا رو هم چشیدن که میان صبح چجوری کار میکنن، و ارتش هم یک کاسه دوباره کودتا نکنه و غیره نباشه، حالا اونجا ساختار خودشون. حالا با این مثال ببینید، امریکای نوعی، بخصوص امریکا رو بگیم که شاید مهمترین کشور در این زاویه، به عنوان بزرگترین کشور دموکراتیک دنیا و قوی ترینش، مطمئن باشن بینندگان ما و بس که میکنیم، به هیچ وجه نمیخوان این حکومت بمونه. آخه ایرانی ها میدونین تئوری توطئه دارن، بهشون بگیم نه، اینا میخوان اینا رو نگه دارن، اینجوری نیست، روزی که این رژیم نباشه چراغونی میکنن، از خداشونه که یک رژیم مردمی دموکراتیک معتدل رو به دنیای مدرن در چارچوب همکاری و عصر جهانی شدن
اونجا باشه، بذار آدمیزاد زندگی کنن و رفاه و آسایش باشه. ولی این که یعنی این اون مفروض، ولی این که اگر گروهی، حالا شما میگید اپوزیسیون، منظور نیروهای مخالف سیاسی در داخل ایران در خارج ایران، وقتی میتونن روش حساب کنن که در میدان عمل، در میدان مبارزه از خودش لیاقت نشون بده، دست کم به اندازه دانشجوها در بنگلادش، به اندازه دانشجوها در سربستان. ببینید در سربستان سازمان دانشجوی آتپور واقعاً شکر 17 تا حزب مختلف و که 100 جور اختلاف هم با هم داشتن متحد کنه، بگه که بیاین پشت این کوچنیستا وایسیم، بریم تو انتخابات، و مردم رو آورد قانع کرد به این که بیاید رای بدین، و اگر میلوسویچ نگذاشت زد زیرش، که زد زیرش میریم برخورد میکنیم. این کارم کردن در فاز نهایی، همه مردم از سربستان از همه جا اومدن تو بلگراد با لودر و بولدزر و نمیدونم اینا، و در حین این کارا هم آقای دکتر تماس داشتن با نیروهای ارتش و سرکوبگر پلیس اونجا، که وقتی به فازهای نهایی نزدیک میشد اونا هم پیوستن به مردم. خب ببینید مجموع اینا، من اتفاقا با چند تا از اون چهار تا رهبران جنبش آتپور مثل ایوان ماروویچ یا اسلوبو رفیقم، خیلی مفصل با اینا من نشستم حرف زدم، بسیار بچه های تیسوشی هم هستن، این چهار تا اصل کاری بودن و بقیه سازمان که با اینا اومدن بسیار خوب میفهمیدن که باید چی کار کنن، هم تو اتحاد که شرط پیروزیه، هم توی ریزش از حکومت فکر کرده بودن چه جور ریزش کنه، و اولم امریکایی‌ها به شدت مشکوک بودن به یه سازمان دانشجویی که سمبولش هم یه مشته مثلا، فکر میکردن اینا لیاقت، منتها در عمل دیدن که اینا چقدر خوب حرکت کردن، و وقتی رسید به فاز نهایی رفتن پارلمان هم تسخیر کردن، مردم اومدن، ارتش و پلیس هم بهشون پیوستن و میلوسویچ کیشمات شد. من میخوام بگم که ببینید مخالفین ما هم هیچ جریان اپوزیسیونی یک شبه نشد رهبر ملت، نه هیچ فردی، نه هیچ جریانی، نه هیچ ائتلافی لیاقتش رو در جریان عمل نشد. دقیقا. یعنی کاریزماتیک ترین رهبران جنبش های مدنی هم هرگز اون موقعیتی که روزهای آخر داشتن، گاندی، لوترکینگ، ماندلا، خود خمینی در انقلاب اسلامی بالاخره مردم ازش حرف‌شنوی داشت. یک سال برگردی عقب در ابتدای جنبش هرگز اون موقعیت که انتهاش داشته نداشته، شاید 10% اون زورم نداشته. این دو تا سازمان، ببخشید ما وقتمون کمه، من فقط میخوام این جمله نهایی، چون این بحث خیلی بحث جالبی و بسیار برای منم خوب بود این بحث مطرح شد که شما این حرفا رو بزنید. به معنای دیگه یک نیروی متشکل در داخل که حمایت اپوزیسیون هم در خارج هم داشته باشه، این نیرو در بزنگایی که وارد شد وقتی باید این بازی های اختلاف ها اینا رو کنار گذاشت و واقعا مثل بچه های بلگراد همدل و همزبان اومد و اونا تونستن میلوسویچ رو بردارن، تونستن خانم حسینه، شیخ حسینه رو بردارن، چرا نه آقای خامنه ای؟ و من ایمان دارم با همه تلاش هایی که شما ها دارین میکنین، بچه های داخل، ارتباط هایی که دارین، ایمان دارم روز آزادی وطن خواهد است. بله واقعا من یه چیزی رو عرض کنم، تجربه دست کم 401 نشون داد که رهبران جنبش باید در داخل ایران باشن. بله. برای اینکه در خارج حد اکثر کسانی میتونن کمک کنن به اون رهبران، بخشی از اون بشن، ولی نبضش باید مدیران میدانی که توی میدون عمل هستن باشن. نمیخوام بگم بین داخل و خارج دوگانگی و اینا، باید با هم کار کنن. و به هر حال امیدوارم که اتفاقات تلخی که در اون گروه جورجتان افتاد یا بعد از اون در حزب کموله افتاد دیگه تکرار نشه و درس بگیره نیروهای سیاسی ما،
خواهان حذف این و اون و اینو سر ببرن، یا باید بیان دست ما رو ماچ کنن، اونا رو باید نمیدونم دار بزنن، اینا رو بذارن کنار، اونهایی که دلی در گروه مملکت دارن، برای اینکه کشور در مقطعی است که هر کس دلی در گروهش داره باید بداند که پیروزی در سایه اتحاد به دست میاد. در صد ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان هماره برافراشته باد. به ابو مازن گفتم بزرگترین آرزویی که در طول عمرت داشتی چه بود؟ گفت دیدن پرچم فلسطین آزاد بر بالای مسجد اقصی. بنده به شما میگم، بنده جناب دکتر سازگارا دوستانمون، یگانه آرزومون دیدن پرچم ایران، ایران واحد و ملی و یک پارچه بر بالای بلندهای مجلس شورای ملی است.